سلام بر شما به این بخش خبری خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم خبرهای امروز را با یک خبر ورزشی آغاز می کنم تیم ملی والیبال ایران با دومین پیروزی بر تیم لهستان توانست به مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال در ایتالیا راه یابد. تیم والیبال ایران با نتیجه 3 بر صفر در سالن ورزشی 12 هزار نفری آزادی تهران لهستان را شکست داد. به اعتراض ها به ممنوعیت ورود تماشاگران زن به سالن و تذکرهای فدراسیون بین المللی والیبال به مسئولان ورزشی ایران تنها حدود پنجاه زن که تماشاگران لهستانی را هم شامل می شد اجازه ورود به سالن را یافتند بیش از 130 تن از فعالان حقوق زنان در نامه‌ای به رئیس فدراسیون جهانی والیبال از مقامات آن خواستند تا از حق ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای بازی‌های مورد علاقهشان دفاع کنند. در این نامه که به امضای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و برخی از فعالان زن رسیده آمده است ایران باید به نافرمانی سلیقه‌ای خود که نه با مقررات جهانی بازی ها منطبق است و نه با فرهنگ و خواست مردم ایران پایان دهد عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم طرح تشکیل وزارتخانه ازدواج و خانواده به هیئت رئیسه مجلس در هفته آینده خبر داد. ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم با اعلام این خبر دلیل این طرح را عملکرد نامطلوب وزارت ورزش و جوانان در امر ازدواج و جوانان و برخی عوامل دیگر دانست. به گفته از در این تر موضوع اشتغال و مسکن جوانان و زوجهای جوان دیده شده است. به دنبال سخنان علی خامنهای مبنی بر افزایش جمعیت نهادهای قانونی جمهوری اسلامی قوانینی را جهت افزایش باروری تصویب کردند. هفته پیش مجلس وزکتومی و توبکتومی را ممنوع و برای آن حبس در نظر گرفت. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام کرد که دور ششم مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک از یازدهم تا بیست و نهم نه تیر ماه در وین برگزار می شود. در این دور از مذاکرات قرار است متن پیشنویس توافقنامه جامعه هسته این نوشته شود. در صورت توافق بر سر این پیشنویس وزرای خارجه شش کشور طرف مذاکره جهت توافق نهایی در وین گرد هم می آیند. پس از پنجمین دور مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک محمد جواد ظریف از اختلاف نظر موجود میان ایران و اتحادیه اروپا هم در مورد محتوا هم در مورد نحوه نگارش متن توافقنامه خبر داده بود مقدمه پیشنویس توافق جامع به دلایلی از جمله اختلاف بر سر تعداد سانتریفیوژهای های ایران تدوین نشده است. از دیگر موارد اختلاف تعیین وضعیت راکتور آب سنگین عراک است که ایالات متحده و متحدانش خواهان خونسا شدن آن هستند. مرتزا بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری میگوید محافظ خود را برای جنگ تمام ایار آماده کردند و مخالفان قصد دارند دو تا دولت حسن روحانی را در نوجوانی زب کنند به افسوده برخی فکر می کنند اعتدال معنای انفعال دارد در صورتی که اعتدال عملگرایی بر اساس برنامه ریزی و قاطعیت در اجرای برنامه هاست در روزهای اخیر محافظهکاران فشار به دولت را افزایش دادند و قرار است همزمان چند وزیر کابینه را استیزاه کنند. برخی جرای محافظه کار نزدیک به جبهه پایداری از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد عملا دولت و جریان اعتدال را متهم به براندازی کردند. امسال هم با فرارسیدن ماه رمضان پلیس ایران از برخورد ویژه با کسانی میگوید که در معابر عمومی و حتی در خودروهای خود روزخاری میکنند در سالهای اخیر نیروی انتظامی طرحهای زیادی را در راستای تحمیل نوع پوشش گشتهای ارشاد گشتهای امر به معروف و نهی کرد و روزخاری اجرا کرده که با واکنش منفی مردم روبرو شده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علیرضا مهرابی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از آغاز طرح ویژه برخورد با روزخاری در پایتخت خبر داده و گفته که خودروهایی که در آنها راننده یا سرنشین اقدام به روزخاری کنند توقیف می شوند. به گفته مهرابی همزمان با نخستین روز از ماه رمضان پلیس در تهران طرح ویژه برخورد با روزخاری را آغاز کرده که این طرح در اماکن عمومی به اجرا گذاشته شده است. بر اساس این طرح ماموران موتورسوار و خودروهای پلیس پایتخت اعم از یگانهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی با هر گونه روزخاری و استعمال دخانیات در خودرو و معابر عمومی برخورد می کنند. آنچنان که پلیس در تهران میگوید ماموران در این طرح با استقرار در بزرگراهها و معابر عمومی خودروهایی که در آنها راننده سرنشین اقدام به روز خاری می کنند را توقیف خواهند کرد به طوری که رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ گفته که ماموران پلیس اماکن تهران ضمن بازدید از اغذیه فروشان سطح شهر نسبت به برخورد با اغذیه فروشان متخلف و پلومپ سنفی مربوطه اقدام می کنند. این سنوف تنها می توانند از اذان مغرب تا سحر به فعالیت های سنفی خود ادامه دهند. رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ همچنین از تامین امنیت بوستان ها و مراکز فرهنگی، تفریحی و مذهبی تهران پس از افتار در ماه رمضان خبر داده و گفته که ماموران پلیس پایتخت با گشتهای پیاده و موتورسوار تامین امنیت این مراکز را بر عهده دارند. نیروی انتظامی پیشتر نیز اعلام کرده بود که در ماه رمضان شهروندان در صورت دیدن فعالیت غیرمجاز واحدهای سنفی پذیرایی و عغذی فروشی ها می توانند در تماس با 110 پلیس را برای برخورد با روزخاری آگاه کنند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیشتر برخورد با افراد به گفته خود هنجار شکن در ماه رمضان را اولویت پلیس در این ماه عنوان کرده بود و گفته بود که نیروی انتظامی هیچ گونه حرمت شکنی و ناهنجاری را تحمل نخواهد کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج نیز پیشتر از بسیجیان خواسته بود که به گفته او امر معروف و نهی از منکر را به ویژه در ماه رمضان فراموش نکنند تحهای این چنینی با دستور عالی ترین مقامات رژیم و در پی یک سلسله سخنرانی و اظهار نظر توسط امامان جمعه و روحانیون محافظ کار معمولا آغاز می شود و نیروی انتظامی اجرایان را به عهده می گیرد. اجرای این طرحها نیز به دست کارکنان دونپایه نیروی انتظامی سپرده می شود که آنان نیز در این راستا برخوردهای شخصیتی می کنند و همین برخوردها منجر به درگیری هایی بین مردم معترض و پلیس می شود. گفتنیست آغاز اجرای طرح مبارزه با روز با واکنش آمدانه شهروندان روبرو می شود و آنها برای نشان دادن اعتراض خود به حکومت روز های خود را علنی تر می کنند. یک مقام پلیس در این خصوص گفته بود آنها به عمد مقابل ما که می رسند دستشان را از ماشین بیرون میآورند تا سیگار خود را نمایان کنند. انتظار می امسالی نیز همچون سالهای گذشته در ماه رمضان درگیری های بین مردم و پلیس به وجود آید. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در پیامی که به مناسبت آغاز ماه رمضان صادر کرد بر ادامه جنگ با تروریسم تاکید کرده است این پیام درست پس از آن صادر شده است که پادشاه عربستان سعودی در دیدار با جانکری وزیر امور خارجه آمریکا متعهد شد تا از نفوذ خود میان سنی های عراق برای متقاعد کردنشان برای مشارکت در دولت این کشور استفاده کند. پادشاه عربستان جریان و احسابی که قصد دارند میان مسلمانان فتنه ایجاد کنند را محکوم کرده و گفته به تروریست ها اجازه نمی دهیم به وطن و فرزندان وطن آسیبی وارد کنند. شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام با اعلام موجودیت خلافت اسلامی در بخش تحت کنترل خود در عراق ابو بکر بغدادی را به عنوان خلیفه اسلامی معرفی کردند. ابو محمد عدنانی سخنگوی دوش در شبکه توییتر در یک پیام صوتی اعلام کرد ابو بکر بغدادی خلیفه اول دولت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه داعش که در حال حاضر بسیاری از بخش‌های شمالی و غربی عراق را در اختیار دارد در یک نوار صوتی که در اینترنت منتشر کرده از ابو بکر البغدادی رهبر داعش به عنوان رهبر همه مسلمانان یاد کرده است ابو محمد العدنانی سخنگوی این گروه گفته است شورای دولت اسلامی با برگزاری نشستی مسئله خلافت را بررسی کرد. دولت اسلامی تصمیم گرفته تا خلافت اسلامی را تأسیس و یک خلیفه را برای حکومت مسلمانان تعیین کند. به اظهار داشت البغدادی رهبر جهادی ها به عنوان خلیفه مسلمانان تعیین شده. الادنانی ابزوده است، البغدادی این بیعت را پذیرفته و اکنون رهبر همه مسلمانان شده است. سخنگوی دولت اسلامی عراق و شام گفته است که واجه های عراق و شام از مدارک و اسناد رسمی دولت اسلامی حذف شده در همین حال ماشاءالله شمس الوازین در تحلیل پیرامون اعلام خلافت داعش نوشت طرح این پرسش بجاست که چه دلایلی وجود دارد که داعش را به سرعت عمل بیشتر برای نشان دادن کف دستش برای جهانیان سوق داده است این روز در ادامه نوشت من سرعت عمل داعش را در سیاق و روند اوضاع این گروه و اختلاف نظرهایش با سازمان مرکزیش یعنی سازمان القاعده و چالش اخیرش با جبهت و نصره و جیش الاسلام و جبهت و توحید یعنی سه خواهر خاندهش در سوریه ارزیابی می کنم. به ابزود برای فهم ساده تر موضوع اشاره می کنم که عمده ترین اختلاف نظر داعش با سازمان یاد شده حول این نکته متمرکز بود که داعش به تئوری انتقال سریع به فاز اعلام خلافت اسلامی در مناطق آزاد شده در سوریه باور داشت در مقابل سازمان های رقیب داعش بر این باور بوده و هستند که اعلام زودرس خلافت اسلامی همه مطالبات غیر قابل اجرای مردم مناطق آزاد شده را به سوی خلافت اسلامی سرازیر می کند در حالی که سوریه به باور رقبای داعش در فاز انقلاب قرار دارد و مطالبات مردم همچنان به سوی دولت سوریه شلیک می شود این اختلاف نظرها به ایمن و کشیده شد و زواهری طی پیامی به همه گروه های درگیر خواهان حل و فصل موضوع در قالب شورای حل و عقد متشکل از معتمدان و بزرگان دینی شد این آغاز اختلاف جدی میان گروه های سلفی جهادی در سوریه بود پیام ایمان زواهری نیز راه گشا نبود از آن سو خبرگزاری رویترز گزارش داده که هم زمان نمایندگان شیعه سنی و کرد عراقی در بغداد گرده هم آمده و بر سر نامزدهای کابینه پیش از برگزاری نشست روز سهشنبه پارلمان با هم به توافق رسیدند تا مانع تلاش شورشیان افراطی سنی برای از بین بردن یک پارچگی سرزمینی عراق شوند سرنوشت سیاسی نوری المالکی نخست وزیر عراق پس از هشت سال به یک منزل اساسی تبدیل شده است در حالی که آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن خواستار کنارگیری وی و دخالت دادن سنی ها در دولت هستند جمهوری اسلامی و شیعیان طرفدار آقای مالکی خواستار ادامه کار او به عنوان نخست وزیر عراق هستم در همین حال گزارش رسیده از عراق حاکی است که نبرد ارتش این کشور علیه نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در شهر تکریت برای دومین روز متوالی ادامه دارد و تانک ها و خودروهای مجهز نظامی در منطقه مستقر شدند بر اساس گزارش رویترز نیروهای دولتی با پشتیبانی هلیکوپترهای توپدار روز شنبه هفتم تیر ماه حمله به مواضع نیروهای داعش در تکریت زادگاه صدام حسین رئی جمهوری پیشین عراق را آغاز کردند تا شورشیان را از اطراف شهر بغداد دور کنند منابع امنیتی عراق گفتند که نیروهای ارتش با بهرهگیری از تانک در نزدیکی دانشگاه تکریت در شمال این شهر با نیروهای داعش درگیر شدند دو شاهد عینی گفتند که در این نبرد یک هلیکوپتر سقوط کرد ولی منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق به خبرنگاران در بغداد گفت که نیروهای امنیتی ظرف 24 ساعت گذشته 142 تروریست را در سراسر عراق کشتند که 70 نفر آنها در شهر تکریت بود به گفته ای وی ارتش این کشور در حال حاضر کنترل دانشگاه تکریت را در دست دارد و پرچم عراق را بر فراز آن به اهتزاز درآورده است حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی که از سیاستمداران مطرح این کشور است روز یکشنبه و ساعاتی پس از تحویل پنج سخوی جنگنده روسیه به بغداد آمریکا را متهم کرد که به اندازه کافی برای امنیت عراق کاری انجام نداده است. وی به تلویزیون الهره گفت بله آمریکایی ها در تحویل هایی که قرارداد آنها امضا شده است تأخیر داشتند. ما به آنها گفتیم شما برای رساندن سلاح به متحدتان اسرائیل یک پل هوایی برقرار کردید. پس چرا های ما را سر موقع تحویل نمی آمریکا پیشتر در واکنش به انتقادهای مشابه مقام های عراقی گفته بود که آنها همه اقدامات ممکن را برای اطمینان از اینکه عراق به سلاحهای مدر مجهز خواهد شد انجام دادند در تحول دیگر هم اعتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق عراق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سهشنبه شرکت نخواهد کرد بنابر گزارشان نمایندگان کرد شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سهشنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند اما سخنگوی اطلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا از عواقب آن جلسه در امان بمانند او افزود که قدرت های سیاسی باید نقشه راهی را ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سهشنبه تشکیل دهد. آقای مالکی چند روز پیش تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت در دوران ریاست جمهوریش آمریکا همواره در معرض تهدید جدی تروریستی بوده است آقای اوباما درباره خطر برگشت تروریست ها از سوریه و عراق به اروپا و آمریکا نیز گفت آنها در حال قدرت گرفتن در برخی نقاط هستند آنها بعدا از عراق و سوریه برمیگردند و چون پاسپورت های اروپایی دارند برای سفر به ایالات متحده نیازی به ویزا ندارند اوباما در پایان گفت ما سال هاست که تلاش می کنیم تا مطمئن شویم که اطلاعاتمان افزایش یافته و می توانیم با این مسئله مقابله کنیم. عبدالله گل رئیس جمهور کنونی ترکیه چند روز مانده به آخرین مهلت ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد در انتخابات پیش رو نامزد نخواهد شد. پیشتر ناظران از احتمال بالای حضور رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی ترکیه و همحزبی آقای گل در این رقابت ها گفته بودند. میستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. در آخرین ساعت روز یکشنبه شنبه آقای عبدالله گل در ارتباط با انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در این انتخابات کاندید نخواهد شد خبر بسیار مهم که تا حدود زیادی میتونه بخت آقای اردوغان رو برای کسب کرسی ریاست جمهوری در این کشور افزایش بده آقای عبدالله کل که روز یک شنبه در مراسم اهدای جوایز مسابقات دو میدانی جانبازان شرکت داشت به خبرنگاران گفت که 28 آگوست دوره معموریت او در مقام ریاست جمهوری پایان خواهد پذیرفت و تصمیمی برای نامزدی در انتخابات پیش رو ندارد. ایشون همینطور در ارتباط با احتمال نخست وزیریش در این کشور و اینکه آیا در این مورد پیشنهادی رو دریافت کرده یا خیر گفت که اینها مسائلی هستند که باید بعدا در موردش صحبت بکنیم. اما ساعتی پس از این موضوع هم آقای عبدالله گل جلسه بسیار مهمی رو با آقای رجب طیب اروقان داشتن که جزئیات این جلسه البته هنوز منتشر نشده اما آنطور که از گفته ها و شنیده ها پیدا هستش در واقع موضوع این جلسه صحبت بر سر آینده حزب ادالت و توسعه و رهبری این حزب هستش بر روی با تصمیم قطعی امروز آقای عبدالله گل قریب به یقین آقای ارغان کاندید ریاست جمهوری خواهند شد و در اون صورت مسئله مهمتر آینده حزب ادالت و توسعه و رهبری اون و آمادگی این حزب برای انتخابات مهم پارلمانی سال بعد خواهد بود که ماها در واقع دغدغه مقامات ارشد این حزب هرچند امروز آقای گل در ارتباط با این موضوع یعنی پذیرش رهبری حزب عدالت و توسعه و پست نخست وزیری به صورت آشکار اظهار نظری نکردن اما خب یادمون هست بیشتر مقامات ارشد حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بودند که آقای عبدالله گل گزینه نخست اونها برای رهبری این حزب هستش و حتی امیدوار به این موضوع بودند که در صورت تقاضای اعضای این حزب از آقای گل و درخواست هواداران حزب عدالت و توسعه با توجه به شناختی که از روحیه آقای عبدالله گل ایشون این درخواست رو رد نخواهند کرد خب حالا تا حدود زیادی ترکیب و چینش این انتخابات روشن شده از آنسو سو جمهوری خلق و ملی گره ها آقای اکمل الدین رو کاندید خودشون کردن آقای اکمل الدینی که با وجود گرایش های فکری مذهبی در واقع احساب سکولار ترکیه برای شکستن آرای آقای ارغان و حمایت دیگر گروه های اجتماعی و مذهبی ایشون رو بهترین گزینه خودشون میدونن از این سو هم همونطور که گفته شد به احتمال بسیار زیاد آقای اروان ار کاندید خواهند شد البته در سوی دیگه هم آقای صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک های ترکیه که یک حزب با گرایش های کردی هستش هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده اما این هفته پارلمان هفته پرکاری رو پیش رو خواهد داشت نخستین و مهمترین دستور جلسه این هفته پارلمان رسیدگی به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود که آخرین مهلت اون سوم جولای پنجشنبه آینده استش و احزاب موظف هستند تا این تاریخ نامزد نهایی خودشون رو به ریاست پارلمان معرفی بکنن سایت دولت بهار به شدت به محمد تقی مصباح یزدی رهبر جریان جبهه پایداری حمله کرده است این سایت در, قلب در قالب گزارش با عنوان بازخوانی انتقادات سریح شهید بشتی از روش های آیت الله مصباح یزدی نوشت تحجر، تعصب، جمود و تاختن از جمله ویژگی های مصباح از نگاه بهشتی بوده است. سایت های منتقد علت حمله سایت نزدیک به احمدی نژاد علیه مصباح را سخنان دو روز پیش محصولی دانستند. صادق محصولی وزیر کشور سابق محمود احمدی نژاد و عضو ارشد جبهه پایداری در یک برنامه تل تلویزیونی گفت اگر دوباره به سال 84 بازگردیم ما باز هم با احمدی نژاد رای خواهیم داد. به نوشته تدبیر علت حمله به مصباح هرچه باشد طرفداران محمود احمدی نژاد کارشان را با حمله به اصلی ترین جهره پایداری ها آغاز کردند. رخدادی که ممکن است به جدالی بزرگ ختم شود. کازم صدیقی امام موقت تهران میگوید در تیمارستانهای های روسی از قرآن برای درمان بیماران روانی استفاده می شود و میگویند اثر آن از هر دارویی بهتر است. امام جمعه موقت تهران همچنین از انحراف عبدالکریم سروش در مواجهه با قرآن سخن گفته است. به گفته همان کسی که با جریانات مخالف نظام مناظره می کرد و درس نهج البلاغه می داد، کارش به جایی رسید که در اتاق فکر فتنه بود و در سال 88 آتش بیار مرکه بود. به گفته صدیقی این آدم کارش به جایی رسید که قرآن را کلام خدا نمی داند و می گوید قرآن گفتهای پیانبر است. مهدی دواتگری نماینده مجلس با اشاره به درخواست دولت بریتانیا برای غرامت به سبب حمله بسیجیها به سفارتخانه این کشور در تهران گفته است اگر بنا باشد ایران غرامتی به انگلیس پرداخت کند انگلیس نیز قرامت خسارتهای وارد به ایران در جنگ جهانی اول و دوم را بپردازد حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است انگلیسی ها در حالی از ایران درخواست قرامت می کنند که سفارت ایران در لندن نیز مورد تهاجم قرار گرفت و خسارت را به سفارت ما وارد شد اما قرامتی پرداخت نکردند چند پیش دولت بریتانیا اعلام کرد در پی حمله ادعی به سفارتخانه این کشور در آذر ماه سال گذشته در تهران چندین تابلو ارزشمند نابود شده و حدود یک میلیون خسارت به جای گذاشته که ایران باید آن را بپردازد. علی متحری میگوید آقای خامنی در جواب درخواست او برای رفع حصر موسوی و کروبی تاکید کرده جرم آنها بزرگ است و اگر آنها محاکمه شوند حکم سنگینی خواهد داشت به همچنین گفته اگر خمینی بود با این افراد شدیدتر برخورد میکرد علی متحری نماینده مجلس در گفتگو با پایگاه خبر آنلاین از ملاقات سه هفته قبل خود با آقای خامنه ای و مطرح شدن موضوع حصر خانگی موسوی رهنورد و کروبی خبر داده است. متحری در این دیدار تاکید کرده که ادامه حصر خانگی از نظر خودش و بسیاری از افراد دیگر به نفع کشور و انقلاب نیست. گفتم اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود مسئله به صورت یک قده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می ماند. از جناب عالی درخواست می کنم که به قوه قضایی دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند. همراه سایر افراد ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود. به نقل از متحری خامنه ای در پاسخ گفته است. جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود ما اکنون به اینها ملاتفت کرده ایم گفتگوی متحری و خامنی در حاشیه ملاقات فراکسیون شاهد مجلس انجام شده است متحری به خبر آنلاین گفته که فضای آن جلسه برای صحبت بیشتر در این زمینه مناسب نبود پاسخ خامنی به درخواست رفع هست در حالی پس از سه هفته رسانه ای می شود که علی متحری در سخنان خود به مناسبت سالگرد هفتم تیر در نجف آباد حضو منتقدان از سیستم حکومت را چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه خوانده و افسوده بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه ادهی را در حسر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم. او در خرداد ماه و طی مراسمی در شیراز نیز که به مناسبت سالگرد انتخاب روحانی به ریاست جمهوری برگزار میشد حصر خانگی بدون حکم قضایی را خلاف دانسته و خواستار محاکمه احمدی نژاد به خاطر حوادث سال 88 شده بود علی متحری در فروردین ماه هم در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفته بود بسیاری از نمایندگان مجلس با حصر مخالفند اما جرأت اظهار آن را ندارند متحری بارها خواستار رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد شده و از این انتقاد کرده که بدون دادن فرصت به موسوی و کروبی آنها را فتنگر میخوانند. علی افشاری در چند خط در تحلیل این سخن خامنه ای نوشت سخنان خامنه ای بدین ترتیب به شکلی سریح و مستند معلوم می کند چه کسی پشت سر حصر است و هم بار دیگر روشن می که امثال پناهیان ها سید احمد خاتمی ها رسایی ها و جنتی ها نظرات وی را نمایندگی می کنند. همچنین با اطوفت ولایی ادعا شده می توان پی برد که غضب ولایی چقدر هولناک خواهد بود. اشاره وی به این که اگر آقای خمینی بود شدید تر برخورد می کرد نشان می دهد منشأ اصلی خشونت دولتی در جمهوری اسلامی چیست؟ میراث شومی که راه را برای هر ظلم و ستمی توسط حکومت باز می کند. گفتنی است میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به خاطر تاکید بر وقوع تقلب در این دوره از انتخابات بیش از سه سال است که در حسر خانگی به سر میبرند. حسر خانگی این افراد به دستور علی خامنه ای صورت گرفته و تلاش ها برای رفعان نیز تا کنون بی نتیجه مانده است. مهدی خازعلی که هفته گذشته برای هفتمین بار پس از اعتراضهای مردمی سال 88 بازداشت شده و به محض ورود به زندان دست به اعتساب قضا زده بود در روزهای گذشته دو بار دچار سکته قلبی شده است مهدی خازعلی که پس از بازداشت مجدد به بند دو زندان رجای شهر کرج که متعلق به قاتلان حرفه‌ای است منتقل شد در اورژانس بیمارستان امام حتی حاضر نشد پزشکان به او سرم بس کنند این زندانی سیاسی پیش از آخرین دستگیری از تشکیل پرونده قضایی جدید علیه خود با شکایت دادستانی اصفهان خبر داده بود و اخیرا در انتقاد از آیت الله محتوی کنی رئیس مجلس خبرگان چندین مطلب در وبسایت شخصیش منتشر کرده بود که مورد استناد دادستان اصفهان قرار گرفته است مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی از چهره محافظ کار ایران است که پس از وقای انتخابات 88 تیگه بیانیه از پسر خود اعلام براعت کرد. مولود جافریان معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد بنابر آخرین آمار در هر 16 روز یک نفر معدنچی در معادن کشور بر اثر سانهی ریزش معدن یا سقوط جان خود را از دست می دهد. همزمان عبدالرحمن بهرامی معاون بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت نیز گفته است در ایران 5000 معدن وجود دارد که فقدان تشکیلات حرفه‌ای، عدم کنترل عوامل شیمیایی و فقدان معاینات دوره‌ای از جمله مشکلات آنان است و باید با نظارت و آموزش مستمر در جهت حفظ سلامت محیط حرفه‌ای تلاش کرد. رئیس مجمع واردات ایران میگوید قاچاق پوشاک آنقدر آسان شده که قاچاقچیان با خیال راحت چک زمانت دهند. پیشتر مرکز پشوهش های مجلس در گزارشی گفته بود بخش عمده قاچاق به دست عوامل زینفوز در کشور صورت میگیرد. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات کشور به خبرگزاری مهر گفت رنجاور است که به نظر می رسد قاچاق پوشاک در ایران کاملا سازمان یافته است. از حمل و جابجایی محموله های عظیم پوشاک گرفته تا جابجایی پول های رد و بدل شده در سیستم بانکی کشور و قفسه های های لباس در تهران و شهرهای دیگر که همه مهر تأییدی بر این ادعاست. وی افزود که بیشتر پوشاک از سه کشور آلمان، چین و ترکیه به ایران قاچاق می شوند. این مقام ایران همچنین معتقد است سیاستگذاری غلط باعث شده تا هزینه قاچاق پوشاک و منسوجات در سالهای گذشته به مراتب کمتر از هزینه واردات رسمی و تودید داخلی شود. رئیس مجمع واردات کشور نبود سیستم توزیع شناسنامه دار پوشاک در کشور را هم مشکل ملی دانست و گفت واردات قاچاق پوشاک به قدری آسان شده که قاچاقچیان پوشاک در تضمین برنامه زمانبندی خود چک زمانت میدهند و خیالشان راحت است که مشکلی پیش نخواهد آمد. گفتنی است پیش از این مرکز پژوهش‌های های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده بود که بیشتر قاچاق پوشاک کشور در پوشش اقدامات قانونی صورت می گیرد. این گزارش تاکید کرده بود که قاچاق پوشاک تولید کنندگان داخلی را با مشکلات جدی و بحران ورشکستگی روبرو کرده است. در این گزارش به سراحت ذکر شده بود که بخش عمده قاچاق پوشاک به دست عناصر زینوفوز در نظام تصمیم گیری کشور و به واسطه صدور مجوزهای خاص رانت و انحصار طلبی صورت می گیرد. در همین رابطه پیشتر نیز مصطفی افزلیفر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفته بود بر اساس گزارش های دریافتی از دستگاه ها و نهادهای نظارتی بخش قابل توجهی از قاچاق از طریق کانال های رسمی کشور انجام می گیرد. افزالیفر اگرچه گفته بود که این گزارش ها برای انجام بررسی های لازم در اختیار کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته اما تا کنون نتیجه از این بررسی ها اعلام نشده است. گفتنی است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین کشور نهادهای امنیتی و نظامی و به ویژه سپاه پاسداران را متهم کرده بود که کالای قاچاق و از جمله پوشاک وارد می کنند. احمدی نژاد اعتراض کرده بود که چرا نزدیک به شصت اسکله و گذرگاه مرزی در کشور به دست نیروهای سپاه اداره می شود. وی این گذرگاه ها را محل قاچاق دانسته و گفته بود چرا سازمان گمرک بر این اسکله ها و گذرگاه های مرزی نظارتی ندارد. پس از این اشاره های آشکار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به خبرگزاری مهر گفته بود این ارگان همچون سایر نهادهای نظامی اسکله های نظامی در اختیار دارد اما هیچ مبادله تجاری در آنها انجام نمی دهد. با توجه به حجم کالاهای قاچاق در بازار ایران بعید به نظر نمی رسد همان گونه که گزارش های ارائه شده به مجلس نشان می دهد بخش قابل توجهی از آنها از گذرگاه های قانونی وارد نشده باشد به اعتقاد ناظران گزارش هایی که در این زمینه در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته وجود فساد گسترده در تمام ارکان جمهوری اسلامی را آشکارتر می کند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب روز شما خوش